از سی تیر 1331 تا 28 مرداد سال 1332 زمینه های به وجود آمدن قیام ملی سی تیر اختلافات به وجود آمده میان محمد رضا شاه و دکتر محمد مصدق بر سر کنترل ارتش بود شاه اساسا خیلی با نخست وزیری دکتر مصدق از همون ابتدا یعنی اوایل سال سی موافق نمی بود اما به واسطه محبوبیتی که ملی شدن ملی شدن نفت برای دکتر مصدق ایجاد کرده بود از یک سو و از سوی دیگر بحران جدی رویارویی با انگلستان بر سر نفت لاعلاج او به نخست وزیری وی تن میدهد. در این حال شماری از فرماندهان نظامی طرفدار شاه به تدریج بدل به جدیترین مخالفین دکتر مصدق شده بودند و آشکارا در صدد تضعیف وی برآمده بودند مصدق برای کاستن از قدرت این گروه از نظامیان مسمم می شود تا شماری از آنان را بازنشسته کرده و برخی دیگر را جابجا جا نماید اما شاه به عنوان فرمانده کل قوا زیر بار این تصمیمات نمی رود. اختلاف دیگر میان آن دو بر سر بودجه نظامی کشور بود. با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی که ملی کردن نفت و رویارویی با انگلستان در کشور به وجود آورده بود، مصدق میخواست بودجه نظامی را کاهش دهد. اما در اینجا هم شاه زیر بار نمی رود. سرانجام در اواخر تیر ماه مصدق به شاه اظهار می دارد که چون علا حضرت اعتماد کافی در خصوص سپردن امور ارتش به وی ندارن پس بهتر از فرد دیگری را که بیشتر مورد وسوق معظم و لح باشد منصوب نمایند و خود استفا می دهد شاه هم البته با کمال میل استعفای دکتر مصدق را پذیرفته و احمد قوام السلطنه را که سیاستی با که سیاست مداری با تجربه نیرومند و کارکشته می بود جانشین مصدق می نماید شاه البته غالبا تمایلی به آن انتخاب نداشت چون قوام السلطنه هم مثل مصدق شخصیتی مستقل داشت و حاضر به بلغربانگویی نمی بود اما در آن شرایط حساس و بحرانی شاه میدانست که برای عبور از آن وضعیت که کشور را در خود فرو برده بود نیاز به یک سیاستمدار نیرومند و با تجربه می داشت که بتواند خلای دکتر مصدق را پر کند اما به دنبال پخش خبر استعفای دکتر مصدق و انتصاب احمد قوام السلطنه مردم به طرفداری از دکتر مصدق به خیابان ها ریخته و علی برخورد پلیس و نظامیان و کشته و مجروح شدن شماری از تظاهرکنندگان کنندگان مردم به اعتراضات خیابانیشان ظرف یکی دو روز آینده هم ادامه میدهند. نگران از گسترش نارامی ها و اینکه امکان آن میرفت رفت بخش هایی از نیروهای مسلحه از رویارویی با مردم خودداری کرده و حتی به آنان بپیوندن شاه از قوام میخواهد استعفا داده و مجددا مصدق را با اختیارات بیشتری نخست وزیر می نماید آنچه گفتیم خیلی خلاصه ماجرای قیام ملی سی تیر بود اما سؤالی که ما ظرف 65 سالی که از این رویداد می گذرد با آن مواجه شویم یا شهامت رو... رویا روی با آن را نداشته ایم آن است که چرا کمتر از 14 ماه بعد از این وقایع وقتی کودتای 28 مرداد سال بعدش دارد اتفاق میافتد و طرفداران شاه از ساعات اولیه صبح روز 28 مرداد در خیابانهای تهران اقدام به تظاهرات به نفع اعلیحضرت حضرت طرفداران دکتر مصدق در حمایت از وی به خیابانها این بار دیگر نمی آیند. چرا طرفداران مصدق با آنکه از ساعت 7 الی هشت صبح شاهد افزوده شدن طرفداران شاه می بودند واکنشی نشان نمی دهند طرفداران شاه از نزدیک طرفداران شاه از, نزدیک... از, ساعت نزدیک به هشت صبح در خیابان ها ظاهر می شوند و تا ساعت نزدیک به یک بعد از ظهر که کاخ نخست وزیری و ایستگاه رادیو را به اشغال خود در می آورند از چند صد نفر اولیه به ده ها هزار نفر رسیده بودند و جدای از مردم بسیاری از نظامیان هم به آنها ملحق شده بودند در تمام آن پنج ساعتی که کودتا در شرف در شرف اتفاق افتادن است و دارد تحقق پیدا می کند چرا نه حرکتی از سوی طرفداران مصدق صورت می گیرد و نه احزاب و تشکل های سیاسی طرفدار مصدق تلاش می کنند که به میدان بیایند ما البته هرگز نخواسته ایم. خیلی جدی با این پرسش ها مواجه شویم در عوض سعی کرده ایم که بگوییم کودتا رو یا و انگلیسیا انجام دادن صادق زیبا کلام